This video is freeware, so you can use it as you wish. باشگاه استیلازین عطای علی کریمی رو به لقاش بخشید. به نظر میرسه این باشگاه هم دشواری های کار کردن با این بازیکن رو درک کرده. تجربه‌ای که قبلا مربیان تیم های ملی به اون رسیده بودن، بیانیه باشگاه استیلازین نشون میده دلایل اخراج کریمی این بار به خارج از زمین فوتبال هم برمیگرده. متاسفانه در یک از تمرینات با توجه به اینکه محدودیت های محمد رمضان بر اساس آیین‌نامه و مقررات فدراسیون فوتبال به بازیکنان و اعضای کادر فنی اعلام شده بود، ایشون در بر عام خواستار بود که در واقع روز خالی بکنه و در این موضوع در این خصوص هم با توجه به اینکه مسئولین زیرت به ایشون تذکر دادن، ایشون پافشاری کرده بود و متاسفانه با اهانت به مسئولین محترم فدراسیون که این حرفایی که اونها زدن مقابل من نیست و من این کار رو انجام میدم و اگر در واقع خواهم یا محروم کنم یا من رو محروم بکنم. امروز این تصمیم رو گرفتیم که ایشون از باشگاه اخراج بشن و هیچ قهرمانی برای ما بزرگتر از رعایت شون اسلامی نیستش. کریمی دو فصل پیش با سر و صدای زیاد تیم پیروزی رو ترک کرد و به استیلازین اومد، اما در همین تیم هم آروم و قرار نداشت. فصل پیش بود که در بازی مقابل تیم سابقش پیروزی حاشیه درست کرد و با خارج کردن پیراهن استیلازین تا آستانه اخراج از این باشگاه پیش رفت. البته مشکل کریمی به تیم باشگاهی بر نمیگرده. در سطح ملی هم بارها به تیم ملی دعوت شد و دوباره کنار گذاشته شد. کریمی با وجود گلزنی مقابل تیم‌های ستاره سرخ بلگراد و واشاش مجارستان در اردوی اخیر تیم ملی در اروپا، برای مسابقه با ارمنستان به تیم ملی دعوت نشد. سیپر هاتس آلسو 24 April 2005. After the first and the second contact, see impossible these videos. Only 22 days passed, and then